رحیم، خودت رو معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. داریوش پبدنی هستم. داریوش پبدنی. خیلی سخت شد و فامیلی هم سخته، چون پی و بی دو تا حرف ساکنه که پشت سرم میاد، تلفظش یکم مشکله. اسم یک روستایی در خوزستان و غار باستانی پبده که قدمت 10000 سال قبل از میلاد داره، که پیش من باستان سفرزان رو کشف کرد، آب و اجداد من اونجا برخواستن، منم فامیلیم شده پبدنی. اسم موزرم گذاشتم پبده، اسم همون غار باستان. شما جزء چیزها هستید، جنگ زده ها هستین؟ من نه، من بختیاری هستم، بزرگ شده شهرستان لنجان و دیگه از اول دبستانم هم شهرستان لنجان درس خوندم و شغل اصلیم کارشناس مکانیک صنعتی بود، ولی چون خانواده ای که همه علاقه من به کار فرهنگی و هنری داشتن، منم کار صنعت رو رها کردم و شدم به کار کتاب و بحث موزه‌داری که حفظ و آثار نیاکان ما، و الان هم حدود 3000 نسخه خطی فقط تو مجموعه فلاشر دارم. با مجموعه دارالقرآن خمینی شهرم همکاری دارم که نسخه خطی هم اونجا تحویل دادم و اونجا هم داریم یک مجموعه قرآنیه داریم تشکیل دادیم، اونجا هم بسیار فعاله و خدا رو شکر تونستیم که وضعیت شخصی خودمون چند هزار نسخه خطی بخریم، که یک مخزن کتاب داریم تهرانه که در سال هستیم که زمینی رو با کاربر فرهنگی خریدیم، یک موزه بسیار بزرگ و در شأن این کتاب‌های نفیس ساخته بشه که طراحی و معماریش رو به اتمامه و بیاری خدا و چندین نفر اما هزینه خودتونه؟ بله، چندین نفر معمار ایرانی و خارجی درگیر این طرح شدن و اخیراً هم تو آسیا بین 300 معماری ایرانی و خارجی رتبه برتر رو تو خاورمیانه کسب کردن. شما الان چیزید، تنها موزه خصوصی کتاب های خطی ایران رو دارین؟ بله. بعد از آیت الله مرعشی. آیت الله مرعشی کتاب خونه است، موزه نیست، اون بزرگترین کتابخونه جهان اسلام داره. بنده موزه، اولین موزه خصوصی و تخصصی که ثبت میراث فرهنگی شده، ما مجوز موزه نظر میراث فرهنگی. کارمون هم از اداره کل ارشاد شروع کردیم، ابتدا که نمایشگاه می‌زدیم. بله، چون موزه ما به عنوان اولین موزه خصوصی و تخصصی ثبت شده و همینطور اولین کارگاه مرمت کاغذ تو بخش خصوصی هم باز ما ثبت کردیم تو کشور، که الان ما نسخه‌ای که آسیب دیدن و سلام دیدن تو خود مجموعمون اونجا داریم مرمت میکنیم، بهترین کارشناسا رو در اختیار داریم. پس انسان ثروتمندی هستی؟ نه، من نمیشه گفت ثروتمند، ولی خب تمام وقت ما 30 سال 3 دهه هست که من شروع کردم به جمع‌آوری نسخه خطی با هزینه شخصی و اون چیزی که داشتم، یعنی از تمام رفایات دست کشیدم. زندگی خیلی بسیار ساده‌ای دارم و دلبستگی به مال دنیا اصلا ندارم و میخوام که اینا بمونه برای آیندگان. همسرتون راضی هم؟ خانواده هم اگه راضی نبودن مطمئنا نمیدونستم که همچین مجموعه را داشته باشم. هم بچه هم خیلی علاقه مندن، 2 تا پسر دارم، 1 دختر دارم، هم همسرم، همه اینا همراهی میکنن، همکاری میکنن، کمک میدن. مجبورشو نکردم که حتما باید مشغول نسخه خطی بشه. خب در مورد نسخه هاتون بگین، من یک تصویری از این نسخه ها بگیرم. اینا همش قرآنه. شما توی این نمایشگاه کلا قرآن رو آوردین؟ این نمایشگاه قرآنیه، منم فقط بخشی از کتب قرآنی اینجا آوردم. خب این بخش کوچیکی از نمایشگاه شما؟ بله. چند جلد دارین؟ ما بالغ بر 3000 جلد کتاب داریم. بخش عظیمش قرآنی و علوم قرآنیه و بخش کوچیکش هم اینجا برای نمایش شده. با ترجمه قرآنی کردم. این فکر کنم که از کوچیک‌ترین قرآن‌هایی که موجوده، درسته؟ خب دمونش توضیح میدی؟ بله، قرآن کوچیکی که اینم چاپیه در اصل، نسخه خطی نیست، از اون نسخه خطی چاپ شده، ولی خب کوچیک‌ترین قرآنی که چند در چنده؟ ولی سایزش من هنوز نگفتم، ولی خب 3 در 4 در باشه. خب از ویژگی ها این نسخه خطی اگر بگین ممنون میشم. بهترینشون، جالبترینشون؟ نسخه های همه جالبه، و نسخه های خطی ما داریم، قرآنه، قرآن بسیار خطی، بسیار نفیس، قرآن مرحوم احمد نیریزی متلاس، تصیب طلا داره، حسن خدمت شما، کتاب های مال شیخ بهاییه، این مال خود شیخ بهایی. کتاب های من اینجا تقیه هم آوردم، قرآن های بسیار نفیس و تصیب دار، کتاب که خط بسیار زیبایی داره،
محرق القلوب، آتش زننده دلها، زندگی نامه امام حسین علیه السلام. اینو ما خودمون مرمت کردیم، جلدش عوض کردیم. این بدرقه کتاب محرق القلوب. بله، یعنی چی؟ آتش زننده دلها زندگی نامه امام حسین علیه السلام. درسته؟ مال چه قرنیه؟ 280 سال میشه. درسته؟ گذاشتم مرحوم سید احمد نراقی. این چیه؟ اینم حالا کتاب بیاض اون موقع، مثلا دفترچه یادداشت‌های قدیم به این صورت بوده. اشعار نوشته، شعر نوشته. مال کیه؟ اینم 200 سال پیش. دوره قاجاره همش. حق الیقین مال خود علم مجلسیه. دستخط خودشون. اینم کتاب حفظ لابلای کتابای قرآنی اومده، کتابای ریاضی و هندسه است. اینم دوره صفویه است. درسته؟ آن دوره قدیمی ترین نسخه تون مال چه زمانیه؟ این چند تا برگی رو برای نمونه بردم. اینم دوره ایلخانیه، 700 سال پیش. این قدیمی ترینه؟ دوره ایلخانی 700 سال، یعنی قبل از سلجوقیان. اینم مصحف بهترین خوشنویسای ایران از هزار سال به این ور. آها، این که توی آلمان درست شده. مصحف قرآن که یک نفر مصحف ایران بکنم باشه. آره کل قرآن از بهترین خوشنویسا، تصویرها، جلدها. کدوم اثر خیلی دل شما رو به خودش برده، همراه کرده؟ من عاشق همه کتابام، هیچ فرقی نمی‌کنه. بارها مصاحبه کردم که حتی حاضر نیستم که برگی از اینا رو میلیاردها بفروشم. بدترین شرایط هم کار میشه. این چیه؟ اینا دوره همون؟ بله، این کتاب معروف به هزار صلوات. کتاب معروفیه یا اینکه هزار صلوات جمع کرده؟ کن؟ کتاب معروفیه یا اینکه؟ اینم کتاب های خاصه، هر کدوم اینا یه چیز خاصی برای خودش داره. درسته؟ خب سال زهاب شیخ مرتضی انصاریه. مال همون دوره یا اینکه؟ این در زمان حیات خود شیخ مرتضی انصاری بوده که استرابادی نوشته اینا. در زمان حیات خودش بود. این نسخه ها رو از کجا پیدا میکنین؟ بیشتر نسخه ها رو من از تهران خریداری کردم، همین اصفهان و طی سه دهه. خب از کیا؟ از کتابخونه قدیمی، از دست افراد مثلا شخصی و خاص اینا نه. بیشتر کتابخونه قدیمی، اطلاع میرفتم یه دیگه تا سه تا که خوشم میومد میخریدم یه قدرت خرید. کتابخونه های قدیمی یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. کتابخونه قدیمی بیشتر تو تهران. کتاب فروشی ها، کتاب فروش ها. جمعا میدونین چقدر تا حالا هزینه کردی برای کتاباتون؟ نه، هیچ وقت حساب نکردم. یعنی اصلا حالا کتاب از 50,000 تومان من گرفتم تا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان. کتابی بوده که پیدا کرده باشین در جای دیگه بده نشر، منحصر به فرد باشه، جای دیگه نباشه؟ اکثر کتابا خاصه، نسخه خطی تکن. یعنی هیچ وقت دو تا نسخه شبیه هم نیست. مثلا بس تا قرآن ها هستن که حالا خطای مختلف، قرآن متلا هست، قرآن تصویردار هست. جالب ترین خاطره که تو این زمان داشتی میتونی بهمون بگین؟ خاطره زیاد داشتم. من خب زمانی که میرفتم تهران، خب من ابتدا کتاب فروشی، اول کتاب فروشی فیلاشهر را احداث کردم. بعد میرفتم تهران کتاب بخریدم، از صبح شروع میکردم پشت ویترین، روز مغازه ها بسته بودن، من کتاب ها رو نگاه میکردم تا ساعت 8 نه که کتاب فروش ها میومدن. و بعد میدونست مثلا لغتنامه ده خدایی که چشم گرفته بود، دو سه تا دوره 50 جلدی بود، بعد بسته بود اون روز مغازه. بعد اومدم فولادشهر، صاحب اونجا تماس گرفتم، گفتم که من اون لغتنامه ده خدا که ردیف کجاش هست. گفت خاطر می داخل. گفتم نه، من فولادشهرم. گفت که بسیاری، گفتم اومده بودم اونجا بسته بود لغتنامه ده خدا، چشم گرفته اون پشت جلد چرب، قیمتش چنده، اینو شما حساب بدید براتون بفرستم. خاطرات خیلی زیاد داریم. من کتابایی که می خریدم، خب تو مسافرت دو روز سه روز میموندم با کتابام، لذت می‌بردم، ورق می‌زدم. بعد از سه روز که کل کتاب می‌خریدم، بعد با اتوبوس می‌اومدم، اون موقع ماشین نداشتم. و همینطوری اندک اندک زیاد شد. اسناد خیلی زیادی من جمع‌آوری کردم و خدا را شکر
طوری شد که من وقتی برای کتاب میرفتم تو یه صبح تا ظهر میگشتم دنبال دو تا کتاب، دیگه تمام کتابچه‌ای که من میشناختن کتاب جمع میکردن، زنگ میزدن بهم که آقا یه کارتن کتاب واسه خط یا چاپ سنگی برات گفتگو کردیم و خودشون ارسال میکردن. من بعد درآمدتون چیه؟ من در کنار خب موزم کارگاه مرمت رو احداث کردم که یه آب باریکه از همین مرمت نسخه خطی ندارم، یا کسایی که سفارش کتاب داشته باشن کتابای نفیسا براشون تهیه می‌کنم. به نظرم یه خود رو ریسک کردین شما، چون اینجا کتاب خیلی گران قیمت گذاشتین، حالا ممکنه بچه‌ها بیان دست بزنن کسی ببره، اینکه خیلی از مردم چون ناشی هستن موقع ورق زدن کتاب پاره بشه. نمی‌ترسی؟ نه، اینجا خب اولا مجموعه نمایشگاه علوم قرآنی خود خدا حافظ اینا هست، من تو همون مجموعه وقتی به 2000 نسخه خطی دارم خیلی من تعجب میکنم، ولی تا حالا هیچ اتفاقی نیفتاده، خدا رو شکر هیچ نسخه ای نه به سرقت رفته نه صدمه دیده، و مردم وقتی میان با این اسناد خطی الحمدلله همه روشن فکرن، همه علاقمندن، مردم ایران واقعا میراث دوست هستن، بخصوص وقتی که نسخه خطی قرآنی باشه با یه احترام خاص نگاه میکنن و دست هم نمیزنن. درست، دستتون درد نکنه عزیزم. بهترین خاطره که داشتی نمیتونیم به اون بگیم؟ من همه از روزی که بحث موزه و موزه‌داری و مجموعه‌داری شد هر روز برای من خاطره است. خیلی کسایی بودن که اومدن تو مجموعه هم، یا مثلا یک کتاب خیلی اون موقعی که کتابای نفیس نبوده، بعد این کتابی که خوندن منقلب شدن و بعد اومدن گفتن آقا اگر این کتابش مثلا نداشتی مثلا دنیای من عوض شد با خوندن این کتاب، خب من لذت میبرم. یا دانشجویی که میاد اینجا مثلا برای پایان نامه تمام موزه رو دور میزنه، کتاب در اختیارش نمیذارن، بعد میاد یک شهر جدید مثل فولادشهر و بعد میاد اون نسخه خطی که استادش بهش گفته که برای پایان نامه برای تز دکترا، مثلا چه وقتی میاد تو فولادشهر و توی زیرزمین توی یک موزه کتاب پیدا میکنه اشک شوق. بارها و بارها دیدم که چه دختر چه پسر برای پایان نامه هاشون برای تز دکتراشون که از دانشگاه معرفی میشن یا میراث معرفی میشن با یه لذت خاصی با خارج میگن عجب توی شهر جدید که فکرش نمیکردیم یه همچین نسخه خطی هست و ما تونستیم که استفاده کنیم، و تا الان هیچ هزینه از کسی نگرفتیم چه برای پایان نامه. چرا؟ حتی توریست و گردشگر خارجی که مثلا میومد اینجا تعجب میکردن. من با خودم عهد کردم تا زمانی که میتونم سر پای خودم بیستم و نیازی به هزینه‌اش باشم گذاشتم که مثل رایگان باشه، ولی از حالا تصمیم گرفتم که حتما باید هزینه بگیریم، ارزش باید بشم. خیلی هستن که بی‌تفاوت، حتی خود مسئولین، خود کسایی که اصحاب فرهنگ، خود کسایی که به جایگاهی گرفتن به نام فرهنگی، ولی وقتی میگن که کتاب زیاد هست مجموعه حتی رایگانه، همینطور خیلی بی‌تفاوت از کنارش رد میشن، حتی تو همین نمایشگاه علوم قرآنی. خب از کسایی که انتظار دارید که آقا وقتی که نسخه خطی و قرآنی ببینن مکس میکنن حتی که بقیه هم تشویق بشن، ولی خب چون اشتباه شده براشون نسخه کتابای خطی قرآنی، ولی بی‌تفاوت رد میشن. یکی از نقدایی که من دارم به این نمایشگاه و به اون مسئول فرهنگ. من قبلا موزه امو کتابخونه آیت الله مرشدی رفتم، خیلی یک هم مجهزه و هم متخصصای عجیبی داره توی بحث نگهداری. شما فکر کنم خودتون دارین ترمیم میکنین، درسته؟ اون امکانات و اینها رو نداری. ما مرحوم آیت الله مرشدی خوب چقدر زحمت کشید و یه افتخاری هست و اونشون الگوی شد برای ما، اما اینا حمایت میشه جدیدن، همه اکثر کتابخونه که دولتی هستن و وابسته به دولت هستن به نوع اینا حمایت میشن، بخش خصوصی واقعا مظلوم واقع شده و ما انتقاد نداریم، هم میراث هم ارشاد خب میان سر میزنن، تشویق میکنن، دلیاری میدن. خیرین اصفهان چی؟ من یکی از بحثایی که شنیدم همه جا مشهورن خیرین اصفهان، تهران، کرمان، تو کل کشور هزینه میکنن، ولی اینطوری که شنیدم اینه که خیرین اصفهان حاضر نیستن تو اصفهان خرج کنن. شما هم اینو تجربه کردی؟ من تو رو نخواستم از کسی که حمایت کنه خیر، ولی تو حالا هم حمایت نکردم. تمام نسخه من هیچ نسخه اهدایی یا امانتی من ندارم، من فقط یک جب قرآن که اطفال طباطبایی نژاد امام زاده محترم اصفهان که اومد با هیئت 100 نفر اومد تو موزه من قرآن هدیه داد، همون یک قرآن است که من هدیه گرفتم، دیگه هیچ چیز امانتی نداره. همه با ازنش قرآنی که هدیه داد چه ویژگی داشت؟ قرآن بسیار نفیس و اون زمان شاید هدیهش 700 هزار تومان بود که خودشون هم گفتن و حاضر به فروش نبود، و وقتی اومد مجموعه ما رو دید گفت که حتما یه سری به دفتر من بزنید و اون
یه بار هم دارم میخوام اهدا کنم به این مشروع. به خطی نبود؟ نه خطی نبود، نفیس. درست. دستتون درد نکنه. و اینو میخوام بگم که من انتظار دارم از مسئولین بخصوص مسئول فرهنگی، این ما اینا مال آیندگانه، ما نه قصد فروش اینا رو داریم، مجموعه‌ای که داریم ما می‌سازیم، زمینی که خریداری کردیم با کاربری فرهنگی که بی‌نظیر الهام گرفته از شهر زیرزمین سامان همدانه، معماریش ایرانی اسلامی که برام گرفت 2000 سال داد، مشاورمون پروفسور گلابچی پدر معماری ایران و چقدر زحمت کشیدن 2-3 سال. ما دوست داریم که همه درگیر این مجموعه بشن، کمک کنن، یاری کنن که ما بتونیم که این مکان بسازیم ان شاء الله برای آیندگان. حتی ما تعهد محضری هم دادیم که به هیچ عنوان کاربش عوض نکنیم و موزه باقی بمانه و یک معماری خیلی مدرن و استاندارد جهانی و استثنایی. کی آماده میشه؟ انشاءالله اگر خدا یاری کنه و همکاری بکنن، هم بخشای خصوصی هم بخشای دولتی، و این انتظار ما داریم. با خیلی از وزرا صحبت کردیم، اومدن دیدن، با موزه ما آشنا شدن، ولی خب بعد بعید خیلی زیاده متاسفانه. انا هنوز کسی نیومده که واسه دلگرمی ما بشه بگیم آقا ما یه مجموعه، این همه سرمایه‌گذاری کردیم، این همه کتاب خریدیم، این همه ثبت میراثشون کردیم، خب این سرمایه از ماست، زمینم الان از ماست، فقط شما حمایت بکنید که تو بس ساختسازش، من عضو ایکوم هستم، هم مدیریت جهانی، عضو مدیریت جهانی، و ان شاء الله همچنین کمک خارج از کشور بگیریم، هم ایران بگیریم که این مجموعه ساخته بشه برای آینده. از کسایی که اومدن توی موزهتون بازدید کردن، خواستن این افرادشون کیا بودن؟ خب مشاورین رئیس جمهور بودن، هم قبلی ها هم فعلی ها که اومدن اینجا، نمایشگاهی که من تو نمایشگاه بین‌المللی گذاشتم خیلی کسا اومدن، تو دانشگاهی که نمایشگاه برگزار کردیم مسئول قرآن عفرت اومدن بازدید کردن، از مسئول ارشاد اومدن، خودم اخیراً با وزیر میراث فرهنگی که تشریف آورده بودن اصفهان صحبت کردم و گفتم که حتما افتخار بدید که بحث فرهنگزنی شما دعوت میکنم، اصلا که قبول کردن و گفتن حتما همکاری میکنیم و انشاءالله ما استارتش که بزنیم، تاریخ هم که اعلام بکنیم، این انتظار داریم که برای اولین بار این خواسته داریم که مسئولین بیان و کمک کنن، حمایت بکنن که توی شهر جدید مثل فولادشهر. حالا من یه پیشنهاد کردم که مدیران شهرهای جدید تو تهران جلسه ما داشتیم که در روز جهانی موزه که ایکومه 20 نمایشگاه در 20 شهر جدید کشور مثلا داشته باشیم، این خودش میشه هم برای موزه ما تبلیغ خیلی خوبیه، هم موزه در جهان معرفی میشه و هم شهرهای جدید به هر حال تمام آشنا میشن با این نسخه خطی و تشویقشون میکنیم. من الان خودم عضو هیئت رئیسی انجمن موزداران، هم استانم هم رای رئیس انجمن موزداران هستم، همینجا تشویق کردیم، هم مجموعه دارای کوچک رفتیم سر زدیم تشویق کردیم و این نیست که بگیم همه چیز برای خودمون میخوایم. الان مثلا دارالقرآن اهل بیت من یک ماه براشون تو مارمزون نمایشگاه زدم، بعد وقتی استقبال خیلی زیاد شد تو خونه شهر، گفتن که امکان داره که بازم تندیس کنیم، من نسخه همونجا گذاشتم و رفتم، قابای نفیس، نسخه نفیس، و الان هم دارن مجموعه رو به صد میرسونن، موزه رو دارن به صد میرسونن و من لذتش رو میبرم. این نیست که بگم همه چیز موزه پبده و پبدنی. دستتون درد عزیزم. چکه اینجا نوشتین اولین موزه خصوصی انزوم کنم، اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی کشور، هبده فولادشهر. تشکر.